عاشقان و عارفان یکی از قدیمی ترین زیارت های شهر کابل هست و در ناحیه اول شهر کابل در منطقه شوربازار و سنگتراش ها موقع دارد. این زیارت مقبره دو برادر خواجه عبدالسلام و خواجه عبدالصمد منقب به عاشقان و عارفان می باشند و اینا پسران خواجه جابر انصار و همچنان نواسه های خواجه عبدالله انصاری می باشند و بیشتر مردم به این عقیده هستند که این زیارت عامل خوشبختی و آرامش مردم می باشد. ای که چرا اینها به این القاب یاد میشن و چرا زیارت عامل خوشبختی و آرامش مردم هست و در مورد قدامت تاریخی این زیارت بیشتر در این گزارش خواهیم دانست. زیارت عاشقان و عارفان از جمله زیارت‌های قدیمی در شهر کابل می باشد. این زیارت در جریان روزهای هفته نظاره‌گر زیاده را دارد. تعداد از مردم در این زیارت می آیند تا حاجتشان را از خداوند به کمک عاشقان و عارفان بخواهند. زیارت عاشقان و عارفان در میان خانه های گلی و در بلندای تپه واقع ناحیه اول شهر کابل با داشتن قدمت 11 ساله می باشد. زیارت عاشقان و عارفان در اصل آرامگاه دو برادر خواجه عبدالسلام و خواجه عبدالصمد پسران خواجه جابر انصاری و نواسه های خواجه عبدالله انصاری شاعر توانمند زبان پارسی است. این دو برادر در زمان حمله عرب به افغانستان آمدند و در خصوصی اینکه آنها چگونه وارد کابل شدند دو روایت وجود دارد. نخستین که آنها توسط بهرام شاه پادشاه سلسله غزنویان به غزنی باستان خواسته شدند و سپس رهبران معنوی کابلی های تازه مسلمان شده گشتند. روایت دیگر این است که این دو برادر در زمانی که زبیر فرمانده لشکریان اسلام وارد افغانستان شده به کابل آمدند. تعداد از مردم کابل عاشقان و عارفان را محصول خوشبختی و آرامش روحیشان می دانند. اصل نام از خواجه عبدالصمد و خواجه عبدالسلام هستند. دو برادر هستند که از عربستان حرکت کردند در وقت کل جای کفار بود یا برای جهاد آمدند در این منطقه شهید شدند. این خاطر است که اردوش که بودن بچه خونده حضرت محمد سلام بودن یا عاشقان عارفان که بود اردوش حضرت محمد سلام بسیار دوست داشت. به این حساب آمدن در افغانستان خوشبختی از این است که همیجه کفار بود فتح کردن به اسلام مردم به اسلام توق کردن. بیشتر اوقات مردم از مرکز ولایات به خاطر خواستن مرادشان به روزهای چهارشنبه و جمعه به زیارت عاشقان و عارفان می روند. ستاره نام مستعار است که می گوید خاطر حل مشکلاتی که دارد به این زیارت مراجعه می نماید. عاشقان و عارفان را با حضور پروردگار واسطه نموده و طلب کمک می نماید. ما به خاطر یک مشکلات که دارم یه دوست خدا را که از ما کده با طاقتر پریزگارتر مقدمتر حضور پروردگار رسید به پروردگار عالم شفی میارم و دعا میکنم مشکل خدا میم خداوند مشکل من را برای امی دوست خود حل بسازم. عوام در کل میگن که چهارشنبه ها مردم بیشتر اینا جمع راجع میکنم مگر ما روز که وقت خدیم وقت داشتم راجع میکنم دعا میکنم پس میرم. یه کس هر کس که می بگ مراد می اول خداوند مراد میده باز یک واسطه میشه که به حساب یک واسطه میشه که دعا میکنن. وای بسیاری مردم ها که هست مردم ما شما بسیار رقدوی است بسیار وقتا و هر وقت مردم میره از ولایت های دوردست میان و بسیاری وقت که میره روزای چهارشنبه و جمعه میان. سردار از مجاورین این زیارت میگوید که تا حالا امارت اسلامی از رفتن مردم به زیارت ها جلوگیری نکرده است و از امارت اسلامی میخواهد که به مشکلات بیابی این زیارت رسیدگی نماید. نیت حکومت تا بالی مداخله نکده او نمیکنه او مثال مردم میاد دعای خود میکنه پس میره اینجا کدام چیزی نیست که مثال دولت بیای مداخله کنه یا ممانعت کنه. از امارات اسلامی میخوایم که اینمی چاره بزنه اینمی دیگه کدام مشکل نداریم مثال اینمی او نداریم مشکلی او است که مردم برای وضو میه برای چی میه دیگه اینمی درختام خشک شده به خاطر بیاوی اینمی اگه چاره برای ما بزنه او بزنه دیگه مشکلی دیگه کدام مشکلی خاص نداریم.